این یه حسن برای انجام عملیات در صحنه اصلی کار که شما بتونی بین فلزات، آهن، کانی‌ها، سنگ‌ها، سیلیس، کوارتز با تنظیم عدد ویدیو و ترشولد 108 عملیات جداسازی رو انجام بدی و تفکیک رو به انجام برسونی. خب این حسن سیستم هاست که میشه پیاده کرد بنابر عدد ویدیو و ترشولد 108 و منابعی که ایجاد اختلال میکنه یا تفاوت بین فلزات، کانی ها، سنگ ها رو تشخیص بده اپراتور. خب سیستمی که عدد ویدیوی داره تره شده 108 داره این توانایی رو داره. شما هر کدی رو بدی میره سراغ اون، حتی در زمان تمرین عدد ویدیوی یا ترشولد به نسبت اون هدف تغییر بدی میره سراغ منابع دیگه. این هم برای تست سیستم خوبه، هم برای اینکه بتونی توانایی کارش رو یاد بگیری و بتونی در صحنه اصل کار اختلاف ها رو تشخیص بدی. عوامل تفکیک در یابنده های تفکیک دار فلزی یا معدن یا رادار زمین دستی در اصل برای عمق زیاد همون فرکانسیه که در عدد ویدیوی و ترشولد 108 در زمان باستاب مورد ارزیابی قرار میگیره و اون فرکانسیه که ارسال شده. پس جداسازی در سیستم های تفکیک دار به طور کامل وجود داره، ولی اگه کسی بگه من فلزی ها به تصویری بی نقص دارم یا سیستم آنتنی بی نقص دارم هرگز خطا نمیکنه یا اشتباه نمیکنه، این قابل قبول نیست، چون خیلی منابع امکان داره خودشونو به جای هدف اصلیشون بدن که اینجا عدد ویدیو و ترشولد 108 اپراتور رو کمک میکنه که حتی بتونه سیلیس، کانی ها و منابع مانند اینها رو جدا سازی کنه و تشخیص بده. پس تفکیک در سیستم ها بدون نقص نیست، چون این دیگه از سیستمه نیست، سیستمی تصویری یا سیستم آنتنی که شما دارید در زمان تمرین باش طلا رو در صد و در اون میگیری کیفیت خودش رو نشون داده. اینجا دیگه باید بیایم ببینیم اون زمین، این محدوده، اون منطقه چه تفاوتایی داره که بین فلزات یا آهن یا طلا یا کانی ها و سنگ ها اختلافات با استفاده از عدد ویدیو و ترشولد 108 تغییر بدیم، یا در تصویری ها با فیلتر و آنالیز و درست بیایم اون هدف رو مشخص کنیم که هدف اصلیه یا منابع دیگه است. این دیگه کار اپراتور حرفه‌ای که باید انجام بده. تضمین کاری سیستم اینه که طلا رو در صد درون بگیره و جدا سازی کنه.